سلام و هزاران سلام خدمت تمام شما وطنداران عزیز و پرانگیزه در داخل و خارج از کشور. انشالله که در کاروبار همه شما برکت های فراوان سرازیر باشد. استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای اطراف افغانستان می تواند من و شما و کشور عزیزمان افغانستان را به موفقیت های خوبی برساند. از آنجایی که کشورهای آسیایی که اطراف و یا نزدیک افغانستان موقعیت دارند مسائل مشترک تجارتی زیادی دارند، ما می توانیم در زمینه های مختلف از مسیرهای موفقی که آنها برای رشد اقتصادی خود طی کرده اند نمونه برداری کنیم. خوشبختانه در این روزها کابل عزیز ما شاهد برپایی نمایشگاه بزرگ تواصل تجارتی افغان قزاق بود که با حضور هیئت و فعالین اقتصادی کشور قزاقستان و افغانستان برگزار گردید. جا دارد از پذیرایی گرم کشور دولت دوست قزاقستان از هیئت اماراتی و سکتور خصوصی افغانستان و فراهم نمودن تسهیلات برای برگزاری موفقانه کنفرانس تواصل تجارتی و نمایشگاه قزاق افغان در ماه آگست 2023 صمیمانه قدردانی نمایم. لازم به ذکر است که این برنامه ها زمینه های همکاری دو جانبه را در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و سیاست فراهم ساخته است. با برگزاری برنامه های متذکره و حسن نیت دو جانبه حجم تجارت بین دو کشور به طور چشمگیر افزایش یافته است. با ویژه شاهد افزایش قابل توجه در حجم صادرات و تنوع محصولات صادراتی هستیم. همچنان تعامل سیاسی و اجتماعی، روابط بانکی، ارتباط تجاری، سکتور خصوصی هر دو کشور نیز توسعه یافته است. ما افغان ها برای نشان دادن زیبایی های کشور عزیزمان و مردمان سختکوش آن باید تمام تلاش خود را انجام بدهیم. یکی از راه های نشان دادن چهره زیبای افغانستان دعوت و بازدید اتباع کشورهای مختلف دیگر به داخل کشور عزیزمان می باشد، مخصوصا صنعتگران و سرمایه‌داران خارجی. برپایی نمایشگاه های بین المللی در کشور می تواند این فرصت را فراهم کند تا بسترهای صنعتی و سرمایه گذاری به خوبی معرفی گردند، تا جذب سرمایه گذاری های بزرگ و کوچک صورت گیرد. همچنان برای تشویق و آشنایی بیشتر صنعتگران افغانی و دیدار و انجام معاملات کاری آنها با فعالین اقتصادی کشورهای مختلف دیگر می تواند زمینه عرضه محصولات ساخت افغانستان و صادرات این اقلام را افزایش دهد. دیدار میدانی صنعتگران کشورهای مختلف از افغانستان می تواند واقعیت هایی را برای آنها نمایان بسازند و این کار باعث این می شود تا علاقمند سرمایه گذاری و داد و ستد های تجاری زیادی با افغانستان گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاهی که فعلا شما می‌بینید نمایشگاه تواصل تجارتی بین افغانستان و قزاقستان و ترکمنستان است و بیشتر غرفه‌ها رو که می‌بینید در اون پایین هم غرفه قزاقستانی هم تولیدات داخلی افغانستان است. ما در ارتباط مسائل وارداتمان، یعنی ما بیشترین وارداتی گندم و آرد و موادای دیگه ای که از قزاقستان به افغانستان داریم، چون موریت ضرورت افغانستان است و مواد ارتزاقی هست، ولی این نمایشگاه خوب است که حداقل زمینه را مساعد کند تا ما بتانیم در برابر جنسی که از داخل قزاقستان وارد افغانستان میشه و بالعکس همی جنس هایی که مواد معدنی، سنگ مرمر، تروارتن، گرانیت، رخام، اینا که کشور قزاقستان ضرورت است و دیگه موادهای تولیدی افغانستان را به قزاقستان صادر شود تا بتانه یه توازن تجارتی یا همون بیلانس تجارتی ما برابر شود. من این طرف فکر میکنم تنها چیزی که میتانه همی بیلانس برابر کنه مواد معدنی ما هست که داخل افغانستان پروسس شود و برد قزاقستان به فروش برسد و اینمی نمایشگاه ها زمینه را مساعد میکنه تا ارتباط در بین دو تجار یا امو صنعتکار افغانستان و قزاقستان و ترکمنستان زمینه را مساعد کنه. ما هم نهایت کوشش داریم، هم سکتور خصوصی هم ما از دولت میخواییم که زمینه را مساعد کنن و بیشتر سر تعرفات گمرکی که هست کار شود تا ما بتانیم همین مواد تولیدی افغانستان را، همین کالاهای افغانستان را در قزاقستان صادر کنیم. ما مثلا دو نمایشگاه هست که با قزاقستانی‌ها
در ارتباط بودیم، نمایشگاه قزاقستان هم بودیم و حال قزاقا آمده داخل افغانستان، گرچه که وقتی که تجارای قزاقی آمده در اینجا، تولید کنندای قزاقی آمدن، بخش ساختمانیش کمتره، ولی وقتی ما در قزاقستان رفتیم اونجا بخشای ساختمانیش بود و بسیار تقاضای خوب را از تولید سنگ و مواد معدنی افغانستان داشتن. دقیقا نمایشگاه بیشتر شده و چیزی که من فکر میکنم مهم است و همین صحبت بین دو دولت در قسمتی امو تعرفه گمرکی هست، چیزی که ما رو بسیار به حسابن فشار سر ما میاره که ما نمیتونیم این مواد صادر کنیم، هم تعرفه گمرکی خود افغانستان بلند است، هم تعرفه گمرکی که ما وارد قزاقستان میکنیم، این در واقع تعرفه بلندی هست که ما نمیتونیم رقابت کنیم مواد خود را ببریم داخل قزاقستان. بازار هست، زمینه هست، ولی سر از این مسائل اگر کار شد ما در آینده شاهد صادرات خود را از مواد معدنی افغانستان به قزاقستان خواهد بودیم. در جریان حضور در این نمایشگاه حضور چندین سرمایه گذار و تولید کننده روغنهای مایه نباتی کشور قزاقستان را مشاهده کردیم که با علاقه زیاد به افغانستان آمده بودند و در تلاش این بودند که برای محصولات خود بازار خوبی پیدا کنند. جالب این که آنها از دیدن افغانستان و پیشرفت‌های آن تعجب کرده بودند. یکی از مسائل مهمی که در این گفتگوها که با بعضی تولید کنندگان قزاق داشتیم، تولید مواد خام برای تولید این روغن‌ها در خود کشورشان بود که همان گل آفتابگردان می باشد، طوری که زمین‌های بسیار زیادی را به کشت این گیاه تخصیص دادند. بس قزاقستان دا قستانای اوبلسیندن келдик. ما از قزاقستان از ولایت قستانای آمدیم. سیز قزاقستاندان نی اوشون келдиңиз؟ نی ا келдиңиз деп. Биз Қазақстанда 15 000 гектар жеріміз бар. Сонда күнбағыс егеміз де, күнбағыстан май шығарамыз. Мега ма да Қазақстан 15000 жер земин дарем, ки гул автопараш мекорим ва азу ма роған тамиз мекорим. Мен бірінші рет Афганистанға қабылға келіп отырмын. Мен өте қуаныштымын, өйткені Афганистанда өмір бойы болған жоқпын. Сондықтан маған өте қызық. Бүгінгі мероприятие өте жақсы деңгейде өтті. Соған ризамын. Мега мо аулин бар аз қада Афганистан омадым, бар мо бисёр як дилчасп жой будак. Ва ба хатир ки да Афганистан ҳеҷ вақт номада будем, ва ҳамеша мешунидем ки Афганистан як жой орам набуд. Дега мо хеле рози. Биздин май өте жақсы, еш қандай қосымша іштеңе жоқ. Өйткені біз өзіміз егеміз, өзіміз өндіреміз, өзіміз шығарамыз. Афганистаннан басқа біз Қытайға экспорт істейміз, Өзбекстанға экспорт істейміз, Тәжікстанға экспорт істейміз. Енді мынау Афганистанның нарығына келіп отырмыз. Осы жерде өткіземіз деген ойымыз бар. Мен Афганистанда партнер іздеймін, мысалы маған фирма ашқан адам ұстауға ыңғайлы емес сияқты. Мен Афганистанның компанияларын іздеп солар арқылы сатам деген ойым бар. Мен шын айтқанда бірінші рет келуім да, жаңағана осының алдында үкіметтің адамдары айтты, Афганистанда қазір қорқыныш жоқ, келуге болады, жұмыс істеуге болады деді. Сол алған мәліметтер әлі өңдеп, сосын барып ары-ары ойлармыз не болатынын, қалай болатынын. Тағы бір-екі рет келу керек, оны көру керек, елді көру керек. Содан кейін мүмкін бір іс шаралар қозғармыз деген ой бар. ما خب برادر در بخش تولید پایپ پی وی سی پلاستیکی
HDPE, PPRC و پمپ‌های دستی فعالیت داریم. سابق ما در پاکستان پروسه را شروع کرده بودیم و فعلا نموجه است و در سال 1395 عملا در افغانستان تولید خود شروع کردیم. از سال 1395 تا بیال را ما فعالیت در افغانستان داریم. نمایشگاه خودش یک اشتهار است به خاطر یک شرکت نه که مردم بشناسه که چی فعالیت داره شرکت، چی جور میکنه. دیگه ما علاقمند به این شدیم که هموطنان ما تولیدات ما را بشناسن و بفهمند که چی جور میشه و هم تجارای خارجی که در این نمایشگاه آمدن با اونا هم نشان بدن که در اینجا ما این چیزها را تولید میکنیم، اگر به درد بخور زوا باشه در قسمت صادرات خود با تقویه شیم و رابطه تجاری پیدا کنیم باشه. خود اما میمانی که بزرگ قزاقستان که آمده با آمدن یک دوره زدن کلانا امارت هم آمدن دیگه میمان آمدن میرن معلومات میگیرن و ما برشان چیز خدا برشان توضیح میکنیم میتونیم انشاءالله خدا میروانیم تقریبا در حدود 40 نفر تا فعلا ما چیز و در آینده کوشش داریم بعضی بخش های ما غیر فعال است که اونها رو فعال کنیم شاید تعداد مستقیم کارمندای ما زیاد شود غیر مستقیم خود زیاد است. گفتنی ما برای مردم افغانستانی است که مردم افغانستان باید از تولیدات داخلی خود استفاده کنند به خاطر که تولیدات داخلی خود را میتونن که رشد بتن و تولیدات فابریکات ما رشد کنه و در زمینه اقتصاد ما را کمک کند. یارم تا فعلا نخو خوب است که باید دیگه هم خوبتر شویم. دیگه هم ضرورت است که بهتر شویم از کدام مشکلات که هست اون مشکلات ها را سر به خود به حساب دولت باید سر بر ما رفع کند که ما دیگه هم بتانیم که رشد کنیم. برگزاری این چنین نمایشگاه های بزرگ می تواند اعتبار ملی و بین المللی افغانستان را در جهان افزایش دهد. حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی در این نمایشگاه این پیام را انعکاس می دهد که شرایط خوبی برای سرمایه گذاری های مختلف در بخش های گوناگون در افغانستان مهیا می باشد و مسئولین هم در تلاش ایجاد فضای مناسب هستند. دایر نمودن این چنین نمایشگاه ها مزایای زیادی برای افغانستان دارد که بازاریابی برای محصولات تولید افغانستان و تقویت روابط تجارتی بین المللی با کشورهای مختلف دیگر از جمله آنها می باشد. که این امر در حقیقت یک نوع بازاریابی ملی برای صنعتکاران و تجار ملی ما به شمار می رود. حالا این ما هستیم که از این فرصت ها چگونه استفاده می کنیم، مخصوصا صنعتکاران عزیز کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام ما آرمان است. آرمان یسن تایف، مسئول اتاق تجارت قزاقستان است که در شهر هرات موقعیت دارد. که اخیراً ما وارد شدیم و این اتاق تجارت را ایجاد کردیم و تصمیم گرفتیم که این وصال تجاری را ایجاد کنیم. دلیلش چه میتوانه باشه؟ در حقیقت صرفاً مسائل سیاسی در روابط کشورها نیست و مسائل تجاری هم میتوانه مستاقی باشه برای روابط دو کشور. دولت ها در حال ایجاد سهولت هستند، سهولت ایجاد میکنند و آنها در حال توجه به صداهای اتحادیه‌های صنعتی هستند. جامعه تجاری افغانستان بسیار فعال هستند. ما بسیار انگیزه خوبی داریم برای تقویت تجارتی خودمان. به همین خاطر ما سهولت ایجاد میکنیم، سهولت میآوریم. این دلیلش ای است ای صدای اتحادیه های تجارتی است. در حقیقت بیشتر از 60 فعال اقتصادی قزاق در اینجا آمدند. بیشتر از نیم آنها به اینجا تمایل دارند. خب هنوز این تعداد کمی هستند که اینجا آمدند. ارقام تاجرینی که میخواستند اقدام داشته باشند بسیار بیشتر از تصور است. هر دو دولت و هر دو حکومت ملزم به ایجاد اساسات و تنظیم امور هستند. و ما بسیار امیدوار هستیم. به همین دلیل ما خیلی خرسند هستیم. تاجرین ما خیلی خوشحال هستند که موقعیت خود را در بازار افغانستان پیدا کردند و همچنان آنها خوش آمد می گویند و تجار افغانی در قزاقستان. محیط اقتصادی و تجاری افغانستان خیلی خوب است و او چیزی که ما باید بیشتر بالایش تمرکز کنیم ایجاد و بهبود دوباره روابط است که بیشتر پایبند به تجارت باشد. در عرصه های مختلف تجاری می توانیم این کار را انجام بدهیم. اجازه بدهند که چگونه با هم تجارت کنیم.
اقلامی است که از افغانستان صادر شود و اقلامی هم هستند که از قزاقستان اینجا بیایند. مثل تولید انبوه غذایی که ما آماده صادر کردنش به اینجا هستیم و باید بگوییم که محیط تجارتی خوبی وجود دارد و ما انگیزه خوبی داریم و تنها بستگی به آینده دارد. در حال سازماندهی سفرهای دو جانبه هستیم در قزاقستان و در افغانستان و اولین تفاهم انشاءالله خواهد بود در ماه می پیش رو و آمادگی ها را برای آن روز می گیریم. در حقیقت اصلا باور نداشتیم که شاهد چنین کنفرانس زیبا و خیره کننده باشیم و نشان داد که سالن تجاری فوق‌العاده است، سالن نمایش عالی و به ما خوش آمد گفتند. و حس بسیار نابی است. حس تجاری مایی است که همچنان باید ادامه پیدا کند. مشروط به ایجاد سهولت ها. باید چنین ظرفیت هایی را ایجاد کنیم که عمق و چشمانداز خوبی داشته باشد. که ما همکاران طبیعی همدیگر هستیم. ما چیزی را نیاز داریم که شما دارید و شما چیزی را نیاز دارید که ما داریم. و باید بیشتر روی چنین مؤلفه ها کار کنیم و به دست بیاریم. اگر بخواهیم به صورت تقریبی بگوییم از هر 10 تاجر در صدر بالایی خوشحال هستند و رابطه مستقیم کمیت و کیفیت شکل میگیرد. و اگر کیفیت خوب باشد، کمیت عالی می شود. آن عده از تجاری که با افغانستان تفاهم کردند و قرارداد نمودند، مایوس نخواهند شد. ما شرکتی را ندیدیم که نخواهد با افغانستان قرارداد کند. کسی را ندیدیم که بخواهد اینجا را ترک کند. خب این کیفیت ها را بالا می برد. و ما در حال سهولت سازی هستیم. به این معنی که وقتی یک معاهده را عالی انجام دادیم، پس زیادتر اینجا تمرکز میکنیم. قزاقستان بیزنسمن در خوش کلیپسیز افغانستان که کلسینگز بکل نتیجه سیزدکی کلسینگز افغان طرفنان خاندای کمک کریک خاندای جردیم کریک олар бәріне дайын. Hello everyone, my name is Boris. سلام به همگی. نام من بوریس است. من نماینده یکی از شرکت‌های قزاقی هستم. من مسئول فروشات هستم. این سفر دوم من به افغانستان میباشه. سفر اول من به افغانستان در سال 2016 بود. من در مزار شریف بودم. در بخش نمایندگی و هیئت تجارتی. ما برای شما کمپانی خودم معرفی میکنم. ما تولید کننده شیر هستیم. مایعات شیر. محصولات روغنی. روغن گل آفتابگردان. و همچنان تولیدات لبنی. و ما میخواهیم که وارد مارکت افغانستان شویم. افغانستان یک کشور عالی است. مردم عالی داره. آب و هوای بسیار خوبی داره و طبیعت زیبایی هم داره. ما فکر میکنم این نمایشگاه بسیار خوب است و ما تاجران زیادی را اینجا دیدم. تجار بسیار زیادی خواهان کار با ما بودند. ما امید داریم که بازار افغانستان به ما خوش آمد بگوید که ما به آنها بهترین کیفیت را بدهیم و نرخ مناسب برای مردم افغانستان. امیدوار هستم که ما تفاهم های خوبی با هم داشته باشیم. من صنعتکاران افغانی را اینجا دیدم و امیدوار هستیم که با هم تجارت کنیم. تجارت با همدیگر. بله، محصولات ما 100% با دانه های قزاقستانی تهیه شده. من امید دارم که ما و افغان ها روابط خوب داشته باشیم و دوستی بسیار عالی. و امیدوار هستیم که مردم افغانستان ما را در بازار خود خوش آمد بگویند و ما سعی داریم تا دوستی بسیار خوبی را با همدیگر بسازیم. امیدوار هستیم در آینده کشور زیبای ما افغانستان شاهد برپایی چنین نمایشگاه‌های مختلف با حضور کشورهای مختلف جهان در قسمت صنعت و تجارت و بخش‌های مختلف دیگر باشد. رشد اقتصاد ملی ما ایجاب می کند تا میزبان صنعتکاران و تجار خارجی باشیم و برعکس باید صنعتکاران و تولید کنندگان کشور ما هم در تمام نمایشگاه های بین المللی که در کشورهای دیگر دایر می گردد اشتراک کنند.
صنعت در افغانستان روز به روز در حال رشد است و خدا را شکر کارخانه های زیادی در افغانستان عزیز ما در حال فعالیت هستند و تلاش برای زمینه سازی کار برای مردم به گونه دولتی و مردمی جریان دارد. همه ما می توانیم در صنعت کشور، تولید محصولات وطنی، صادرات و بخش های مختلف دیگر به کشور خدمت کنیم که اگر به گونه همگانی این روحیه تقویت شود، سرعت رشد اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد. با امید افغانستان آباد و سربلند، با مردمان شاد و به دور از فقر.